دانشگاه فردوسی مشهد مانور تخلیه اضطراری و امداد و نجات و پناهگیری در خوابگاه دکتر محمد فرهادی رو با حضور دانشجویان عزیزی که در این خوابگاه مستقر هستند برای رسیدن به جوامع محلی پایدار و تاب‌آور در مقابل حوادث و سوانه با نام خداوند متعال شروع می‌کنیم. همطور که ملاحظه فرمودین تمام عزیزان با برنامه هایی که از قبل پیش بینی شده بود در مانور شرکت کردند و مانور رو الحمدلله اجرا کردند. مانور برای افزایش انگیزه، آموزش، افزایش دانش و تغییر رفتار برای اینکه مهارت ها رو افزایش بدیم هست. امروز بر روز ایمنی در مورد زلزله به جامعه محلی که خوابگاه هست و دانشجو هست مراجعه کردیم برای اینکه یک تلنگری ایجاد کنیم و یک هشداری بدیم برای حوادث احتمالی که خدای نکرده اتفاق خواهد افتاد. کمداتون فیکس، مشکل نداره رو دیوار؟ یکم تکون خورده بودن، حالا نمیدونم پیچ هست. ببینیم الان، بذار ببینیم. تکونم دادیم ولی عرض شود تکون نخورد، فیکسه ولی درها باز. قاعدتا توی همچین شرایط همجور که آقای صاحب نسق به درستی فرمودن، این قاعدتا شما میگه این مشکلش چیه؟ چیدن لوازم تو طبقات بالایه که مشکل ریزش داره در زمان بوران، ریز رو سر آدم. بله بله، یعنی مثلا بچه‌ها میان جلو وای میسن، این چمدون بلند میشه میخوره تو سر آدم. خطر زلزله چقدر استان ما جدیه؟ سوال خیلی خوبی است. حقیقتش ما در کشوری زندگی میکنیم که کلن در معرض خطر زلزله هست، بنابراین فرق نمیکنه که ما در شمال شرق ایران، در شمال غرب ایران یا شرق یا جنوب باشیم، در تمام مناطق ایران خطر وقوع زلزله هست. چاره جز آمادگی در مقابل حوادث و سوانه با افزایش آموزش ها و مهارت ها وجود نداره و این مانور هم در همین راستا انجام شده. اهداف رو در این مانور ما دنبال کردیم، از جمله اینکه ما سازمان ها و ارگان های بحران مدار ما بتونیم اینجا مشق بشیم با یکدیگر و هماهنگ بشن دوستان، هماهنگ با یکدیگر عملیات رو انجام بدن. و همچنین یک مطلب دیگری که ما در اینجا دنبال کردیم، آموزش عیزان دانشجومون در اینجا که اینها قطعا به عنوان مبلغین ایمنی خواهند بود و در آینده در مراکزی که قطعا حضور دارن این آموزش ها رو تکرار خواهند کرد و در ایام و در روزهای بحرانی به داد عزیزان شهروندمون خواهند رسید و بلایا و حوادث رو قطعا کاهش خواهند داد. شرایطی میبینید، این دود آموزشی است، این دود تمرینی است. ما تو این دود خیلی راحت میتونیم نفس بکشیم، اما تو دود واقعی اصلا نمیشه نفس کشید. یعنی یکی از چیزایی که از خود حریق خطرناک تره دودیه که تو محل هست، آدما رو خفه میکنه قبل از اینکه آتیش بگیرن. سرم میدونی تو دود چه جوری باید حرکت کنی؟ اول فقط تو دود چه جوری تو دود باید حرکت کنی؟ جانم؟ بله. تو دود چه جوری باید حرکت کنی؟ دود باید نمیدونم. وقتی دودی رو مشاهده میکنن، باید کف ساختمان، کف راهرو استقرار پیدا کنن تا نیروهای امدادی برسن. اگه مجبور بودن فرار کنن، میخواستن برن به سمت محل امن، چه جوری حرکت کنن؟
به صورت 4 دست پا به صورت 4 دست و از کنار دیواره حرکت کنم. ببینید شرایط اون دود مقابل رو دیدید، ما انگار داریم تو اون شرایط حرکت میکنیم، اونجا دوربین هیچی نشون نمیده. ببینید آیا اخترشناس هر چند قدم که میان جلو جلوی صورتشون رو هم چک میکنن. الان تو این حالتی که دود نیست شاید این منطقی به نظر نرسه، اما تو اون اتاق روبرو تو راهروی روبرو شما دیدید وقتی چشمو نمیبینه احتمال داره با یه شی برنده یه چیز این مدلی برخورد بکنه دیگه، درسته؟ شما میفهمید کاملا درسته. گروه ارزیاب و مشاور مدیریت بحران ارزیابی خودشون رو انجام دادن، انشالله ظرف یک دو روز آینده این بحث رو و نتیجه ارزیابی رو خدمت دستگاه‌های محترم و اعضایی که درگیر بودن ارائه خواهیم کرد. کلیت موضوع خب دستگاه‌های ما هم هلال احمر هم آتش نشانی و هم اورژانس که ورود پیدا کردن به خوبی با تجهیزات مناسب اقدام کردن، اما همونطور که خود شما هم مستحضر هستید میشه نقص عمده‌ای رو که توی این مانور گرفت کمرنگ بودن حضور نیروهای مردمی بود. خود بچه ها دانشویان گلایی که میکردن میگفتن در یه همچین مانورای اینقدر نیروهای امدادی دستگاه های مختلف مثل آتش نشانی اورژانس هلال احمر ورود پیدا میکنن که اصل قضیه که اون بچه های دانشجویان گم میشه. نظر شما چیه؟ بر اساس نیازها اعلام شده بود. ما اون کسانی که مثلا فرسون در آتش نشانی یا در هلال احمر کاور دارن خیلی اینها داوطلبای ما هستن که در همین جامعه آسیب پذیر هستن، به ما دارن کمک میکنن برای که همون نیروهای دوامی که شهرداری دنبالش داوطلب واکنش امداد محل باشه روی محله باشه، برای اینکه خود ظرفیت محلی رو تقویت کنیم بوده و به همین سمت بعد حرکت کنیم. اینجا اتفاقی که الان افتاده باید افراد از یه بخششون از پله‌های اضطراری فرار کنن. بیاین بریم ببینیم. این در اضطراری هست، این معلومه که روز روزونش بسته است. من اینو می‌بندم لطفاً از پشت سر. انگار یه چیزی لاش گذاشتن. الان نگاه کنید اینجا دستگیره رو لاش گذاشتن. مشکلی که اینجور جاها هست دستگیره ها رو گاهی بر میدارن، مثلا میگن اینجا خوابگاه دانشگاه است، ما دستگیره رو نذاریم در اختیار یه وقت جوونی چیزی نره این بالا اتفاقی بیفته. اما روز روزونش چی؟ نگاه کنید اون دود اونجا، این دود آموزشی است، این دود اگر آموزشی نبود افراد رو خفه میکرد. ثابت شده که در زمان زمین لرزه خود زمین لرزه ممکنه تلفات زیادی رو شامل نشه، ولی حوادث بعد از زمین لرزه است که تلفات رو به شدت بالا میبره تعدادش رو، مثل آتش سوزی ها، برق گرفتگی ها و یا خفگی ها. بستن این راه‌ها به صلاح، اینا باید همه کامل باز باشه، دستگیره هم روش، عوامل رو توجیه کنن، بالا دوربین نصب کنن که اجازه ندن کسی اینجا رفت آمد کنه، اگر رفت آمد کرد در زمانی که ضرورت نداشت بازخواستش کنن. اما این شرایط منطقی نیست که یه وقت دستگیره ای نداشته باشد بچه‌ها برسن اینجا بخوان درو باز کنن ببینن درم قفله. این اتفاق تو خیلی از ساختمان‌ها، نمیگیم اینجا، جاهای مختلف حتی ساختمان‌های مسکونی متاسفانه افتاده. آقای مسئول هیئت مدیره میگه مثلا به صلاح نیست کسی بره داخل اینجا، شاید اتفاقی بیفته درا رو قفل میکنن. بنابراین باید ما آموزش‌های لازم رو ببینیم که در زمان وقوع زلزله بتونیم عکس العمل مناسبی رو از خودمون نشون بدیم. توی راهرو وایسادیم یهو زلزله میاد، تو خونه هستیم تو حالیم یهو زلزله میاد، چیکار کنیم؟ خب شما وقتی که زلزله میاد 1.5 متر بیشتر فاصله ندارین، مثلا میتونی راه برین راه برین. بعد از ببینید من نمیتونم از اینجا بدوام برم به اون در برسم، اصلا این حسابا رو نباید بکنم. دیواری که پنجره نداشته باشه صورت استحکام داشته باشه قرار میگیرید. آقای بهمن آبادی پاشونو کامل کج کرد نشست رو پاش. حالا برسیم به پای دوم. پای دومتون چجوریه؟ مثلا 45 درجه خودتون هم تکیه میدیم به دیوار، فشار میدیم به دیوار که اگر لرزشی باد به محیط پرد نشین. اگه به محیط پرد بشین هرچی از سقف به حساب سقوط بکنه یقینا رو سر شما میفته و شما دچار آسیب میشین. کی به شما یاد داده که اینجوری بشینی؟ احمد گفته اینجوری بشینی؟ الان پاتون عموده ها. ببین الان میدونی مشکل چیه؟ ببخشید من کاپشنتو میگیرم. افتادین؟ درست. نه؟ درسته. حالا بلند شی؟ پاتو کج بذار، کج بذار، کج، یعنی ببین کج، کج در، آه رو به بیرون، رو به بیرون، بیشتر، آه فشار بده، نه نه بیار، یکم برقب بفر داخل. حالا شما پاتو الان اینجوری گذاشتی با زاویه دیگه، درسته؟ ببخشید باز من کاپشن شما رو میگیرم. ببین هر چی من میکشم این پات داره مقاومت میکنه نمیذاره شما بیفتی. در زلزله واقعی ما داریم پرتاب میشیم، همه چی داره به بدترین شکلی که ما مشهدی ها الحمدلله سالهاست ندیدیم، شاید بگیم 100 سال شاید بیشتر از اون زلزله واقعی که آوار سنگین میده رو ندیدیم. تو اون زلزله واقعی که اینها برای اون هست ما پرتاب میشیم. شما میفرمایید پامونو جمع میکنیم، این پا رو کج میذاریم، دستا چی؟ دستا
تا ساعت سر و گردن. واسه چی میگیم سر و گردنتون رو نگهداری کنید؟ واسه اینکه اگر اتفاقی واسه شما بیفته بتونید درخواست کمک بکنید. یکی از چیزایی که تو ساختمونا معمولا مورد نیازه یه خطی از چراغ هست که در یه همچین زمانهایی افراد رو مطلع میکنه که خارج بشن. شاید این نباشه، من فکر میکنم این چراغای روشنایی اینجاست، این شامل حالش نمیشه. چراغی هست رنگی که خروج رو نشون میده. معمولا میگن این چراغ بهتره در کف انجام بشه. چرا؟ هرچی میایم غلظت کمتر، هرچی میریم به سمت بالا دودش بیشتر هست اینجا. بنابراین این چراغ ها متاسفانه جدی گرفته نشده. بحث بعدی پله های اضطراری است. بعضی از این پله های اضطراری رو تو بعضی از ساختمان های بزرگ مشهد اومدن مثلا سنگ کردن. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ کافیه اینجا یه مقدار آب بریزن، حریق باشه، بچه های تشنانی بخوان ادفاع کنن، این آب اونجا سرازیر بشه بیاد پایین. آب سرازیر شدن همانا هر کس میاد روی این پله زمین میخوره و دچار گرفتاری ها مشکلات بعدی میشه. جالبه که مثلا اگر سیمان کنن خیلی ارزون تر در میاد، اما به دلیلی که نمیدونیم مثلا اینجا سنگ شده، که نشون میده قاعدتا نظارت به این مراکز هم باید بیشتر از قبل باشه. مانوری که ملاحظه کردین جناب آقای رهبر هماهنگی بین چند تا دستگاه بود، ولی اتفاقات خاصی افتاد با توجه آموزش‌های لازمی که ما به دستگاه‌ها داده بودیم، تذکرات لازمی که داده بودیم، دوستان رعایت نکردند. من جمله تشکیل فرماندهی در یک نقطه، دوم از اون حضور بیش از حد نیروهای امدادی و عملیاتی در صحنه. مورد بعدی هم که اتفاق افتاد، مدیران صحنه در زمان اجرای مانور کاملا مشخص نبودن، مشهود نبودن، هماهنگی بین اونها اصلا مشهود نبود. دستگاه هر کدوم وظایف خودشونو از روال وظایفی که داشتن انجام میدادن، یعنی بدون هماهنگی که با همدیگه داشته باشن. چاره جز کنار اومدن با حوادث و سوانه نداریم. با حوادث نمیتونیم مقابله کنیم، نمیتونیم بجنگیم. فقط میتوانیم پاسخهای مناسب و مطلوب با افزایش آمادگیمون در مقابل حوادث و سوانه داشته باشیم.